من که به رفتم تو امشب که سالگرد ازدواج من و گیتی جان هست، با حضور شما خیلی به یاد ماندنی تر خواهد شد و به همین مناسبت من میخوام این کادو رو که نشون دهنده عمق ارتباط عشقولانه ماست رو خدمت گیتی جان تقدیم کنم. یعنی یه شب چخونیته. بله او ایرج باشه مهندس یوسفی رو نگاه کن. یکم با یه دختر ازدواج کرده همسن نوشه. بعد ببین خانومش اصلا ارادت دارم. مرسی که از این های مهندس یوسفی خواهش میکنم بفهم. خب ببین اصلا خانومش هم نمیدونه. بگیم شهر بپاشه. ای بابا. بابا این ماسمسکا رو بندازیم بیرون دیگه. همش سرشو تو این گوشیات چپ 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 چپ. بله. یه چیزی بگم. بفهم. یاد بگیری زندگی کن. چیز میخوام بگم. اولیش که غزله نه؟ دومیش هم که عسله. عسل؟ عسل کیه؟ عزیزم بابا من غزله دیگه. خوشمزه شدی امشب قند و عسل. منم. اینو بگیر اینو بگیر. عسل. ای جونم. غزله ماما. بده گوشی. مرم. سلام. سلام مامان. بابا چطوره؟ عزیزم دلم برای دیگه ذره شده مامان. خیلی جات خالیه. سالگرد ازدواجتون هم مبارک. گیتی هجا هستی خوب باشی، آروم باشی، سلامت باشی جان. گوش دلم براتون یه ذره شده عزیزم. نفسم این ماما به زودی میام میبینمتون. همیشه هم دیگه رو دوست داشته باشی. خیلی دوستتون دارم. اون وقت که نباید قطع میکنه. نه همینه دیگه. خب اولی رو که یادت رفت، دومی رو بگویم چی؟ دومیشم یادم رفت. آها بفرمایید شام. دیگه واقعا بریم شام. بفرمایید. بفرمایید خانم آقای. این گوشیاتونو بذارین کنار. بفرمایید شام. بفرمایید. این ماسماسکا رو ول کنین، از خودتون پذیرایی کنین. بفرمایید شام. بفرمایید. یه لحظه همه بیان. بیان تو. بیان. مه یه علایی هوی. مرسی. خیلی زحمت. قابلی نداره. باتون دوره همه شده. چیکار کنم؟ اهل گوشی و ایمیل و تبلت هم که نیستی. من چجوری پیداتون کنم؟ ما قدیمی هستیم دیگه قربونت برم.
سوسن چرا لالمونی گرفتی؟ یه چیزی بگو. چی بگم؟ این آتش پاره‌ای که بینتون رو به هم میزنه نگفت اسمش چیه؟ نه، فقط نشونی قد و بالا و رنگ چشاشو داده. این مزخرفاتو ول کن، آخه آدم با یه فال اینجوری به هم میریزه؟ آخه فالای مادام تا حالا همش درست در اومده. گیتی زیبا، شما دوتا چرا ساکتین؟ بابا من همین جام دارم کارامو میکنم، شب کلی مهمون دارم. ای چرا مولا دعوت نکردی بیمارفت؟ بله؟ این چی بود؟ بچه ها این مرد گوشی رویا رو دزدیده. مرتی که درست گوشی رویا رو انگار دزدیدن؟ بی شخصیت. همه بیاین بیرون. آشغال دوست. میگم گیتی عجب صبحونه با شکوهی درست کردی. خوب شده؟ خیلی خوب شده، عالی. مخصوصا این قاشق شاسی بلند سیوویت، اون چایی که تو نلبکی ریخته، اون شکرهای اطراف، اون کره که پوستشو نکردی، اصلا اثر هنریه از خودش. سخت نگیه، بخور بیره بابا. با قوی بونت برمون که سخت نگیره. میگم گیتی جان، این پیرن زرده به میام؟ خیلی میام. قشنگه نه؟ میگن این کت سفیده و خدا نکرده جیغ نباشه، سفیده. جیغ چیه بابا؟ جیغ نمیشه. نه اصلا موده، موده هست. بله موده. بسیار عالی. این ببینم چه قشنگ نبیدی سبونه من یهویی. این هم سبونه من یهویی. ای جان. الو سلام گیتی جانم. کارت آبر بانکو نه با تو نیستم. باشه زیبا، یه دقیقه به من مهلت بده. آره الان به زنگ میزنم. نفهمیدم چی شد اصلا. توش فایبر ریختم، با سب ریختم، بعد کمه که از این چیزم میریختیم، اینستاگرام و یه چه تلگرام و تانگو و بابا کرم. عذیتم نکن، بازشون میکنه. یعنی بهتر میشد به نظر. شما را کارتت یادت هست؟ رمزش؟ بله. چه؟ 26-62 دیگه اینقدر خیلی مناسبتشه؟ سالگرد ازدواج. یادمه. یادت. جیغ نیستم؟ چند وقت فضای زندگیمون مجازی شده، عشق بینمون واسمون مثل یه بازی شده. چند وقت دوری ازم و تظاهر میکنی که هست، 24 ساعت یا ماست رو صورتت یا گوشی به دست. چند وقت حرفات عجیب و رفتارات یه طوری شده، دوست داشتنت هم مثل عکس گرفتنات یه هوری شده. چند وقت سردی با من و من شدم غرق تو کارام، تو هم که شده کارت عکس گذاشتن تو اینستاگرام. عکسای یه هویت واجبن و نیستم دیگه مهم باشه، صبح تا شب یا تو تلگرام و وایبر یا که تو واتساپ. این روزا انقدر غرق شدیم تو فضای مجازی که یادمون رفته جوری بود زندگی عادی. فقط جوک میسازیم از همون میفرستیمشون واسه همه، میخندیم و کلن نیمی شده ته شادی. دلم تنگ شده واسه یه گپ زدن، نشستن کنار هم. خیلی دیشون دیر کنی، همه بنجلاش به منو تو میرسه. من تو باخه سر حسابی به خودی شال و قبول کردیم. برای حالا خودت میری میبینی این جنس های لون فسکه، کفشاش تکن، لباساش هم فری سایزه، حراج هم که میذارم شبه میریزن دیگه. مارکه مارکه.
عروسی سلبریتی ها رو میاره، عین خودشون، هم سایز، هم رنگ، هم مدل. پس چی اینجا وایسادی؟ به به، سلام آقای مهندس، چه کتی قشنگی. بخوان نکن دختر. چیه؟ صبح بالا با این کتش چیه؟ مانو افتاده بلند، گفتم خسروی بشنم. چه خبره؟ خوب یا با؟ در هم بگو. بله، ابتدای طراحی داخل رو همه ارسال کردم. داخلی تو را بی داخلی همون داخلی مهندس اربابی زنگ زد گفت میلگردو هنوز نرسیده، بتون ریزی محبته پشت رو ولی شروع کردم. مهندس خسروی هم گفت یه سر به حسابا بزنید. برگشتم گفتم کدوم حساب؟ گفت مهندس خودش در جریان بتوچه. دو تا خانم هم زنگ زدن گفتن دفتر مهندس. گفتم کدوم مهندس؟ گفت مگه ما اونجا چند تا مهندس داریم و هل بلا اینا. گفتم بچهای شرکت. بابا جان سر صبح اینقد چرا برمی؟ همین، فقط گفت مساعده میخوای. منم گفتم گداخونه است مگه اینجا؟ دندون رو جیگر بزن. کارتابلتونم میارم، این لباسم خوب میاد. مهندس من که از اینا نمیخورم. میبینیش سوده جون؟ آره. فقط توسوشو دارم. نه خودم هم خوشم نیومد. آره بابا اصلا پامو میزنه. اصلا خوب نه. باشه عشقم. قربونه. فدتم. خدافه. خدافه. او مای گاد، ببین کی اومده خانوم. خانوما چقدر دیر کردی؟ قراره کلبش نداشتم که کله حسابم کله پزی با قرار بذارم. خدا نکشه تو رو، من عاشق این تیکه آدم. لباسه چقدر قشنگه، خودم طراحی کردم. دوست داری؟ عالیه. چی زدی؟ شنل دیگه. اونم عالیه. ببین دیر کردیم ولی نترس، یه سری کار توپ واسهتون کنار گذاشتم. خانم بله. سایز 38 ریگو با این بندیا هستش سرخابیه. بله. با این پشت بازای ببه دو رنگش. خب دیگه گوچی، زارا، کارای میو میو رم بیا. سایزتون یکیه؟ ما همه چیزمون یکیه. وای این یکیو خیلی خوب اومدی. با چقدر ماه میشد نه؟ ولی حیف دیگه اینجوریش پیدا نمیشه که. کاش دوستی هم اینه کفش با. یعنی چی لئون؟ کفش دیگه تابتا نیست، دوتا لنگش این همه، یه جور، یه شکل، یه سایز. این یکی خوب اومدم نه؟ خیلی. لباس ها رو ببینید دوباره میام پیشتون. چاو. خیلی جالب این لئون. خیلی بامزه. خدمت شما عزیزم، فقط تو رژیمی ما. مشکلی نیست. کدوم فایله؟ یک تا پنج همش طراحی های داخلی. داخلی تو رو بی؟ همون داخلی. با اجازت من برم مهندس. نه بایست. من نمیفهمم. من توی اون جلسه با اینها فارسی حرف زدم. گفتم یک هتل پنج ستاره یک کلاسیک. گفتم یا نگفتم؟ علاقه حق با شماست. اون چیه؟ قشنگه ها. دوستش داشتی اینو؟ خیلی خیلی خوبه. تو یعنی که حتما بد بوده. این کار کیه؟ شرکت آرا. یکم عجب عجب کار کرده. نه اتفاقا بد نیست. مهندس خسروی گفتن این دوتا خوب نیست. مهندس خسروی گفت این دوتا خوب نیست. بله. من همین دوتا رو میخوام، بقیه رو بریز بیرون. گفتن این دوتا اصلا خوب نیست. و چشم، یه قرار با طراحی میذارم. چشم حتما. من میرم کارگاه. باشه برمان، بفرمایی کفتون. برو قبل کتاسی بفرمایی. نه خدمت شما. ممنون. خواهش میکنم. فعلا. چشه پوف کرده این دیگه اصلا. اصلا دل دماغ خرید ندارم گیتی جون. خاله مادام کار داد دستش. خیلی خب، حالا تو هم اینقدر ذلیل نباش. آره شما هم هی دورش نکنید تو دلش خالی کنی. خب و یه فال؟ خب گیتی جون، تو اگه جاش بودی چی کار میکردی؟ خب من چرا باید جای سوسن باشم؟ ببین من خب شناختی که از ایرج دارم اصلا نمیتونم همچی چیزی رو تصور بکنم که ایرج رو بخواه. نه بابا ولم کنی. گیتی جون دلت خوشه ها، تو رویایی. دیگه دوران برباد رفته و اشلی و لاو استوری تموم شد. رو تو برگردونی قرش زدن. کیو؟ ایرجو. ایرجو؟ نه بابا. آخه ایرج از اون کسایی نیست که با این عشق خرکی‌ها و این چشم‌ابروی دافی از راه به در بشه. منم انقدر پپه نیستم که به چش نگم پری جون.
حساب کن. رمزتون؟ 62-26. قابلتون هم نداره؟ احتیاطه. رمزتون اشتباست. یه لحظه کنیم. اون چندومه؟ 27. 27. 26-62. بله. درسته. مبارکتون باشه. داریم میریم. چرا به زودی کجا شدید؟ کجا؟ ایتی کار کجا؟ میخوام بریم کشی تکرار برگزار ببینیم. آخ آخ آخ. این نجلات عجب بلا گرفته. یه دیدی چه شوهری کرد؟ زرنگ دختر ترکن دیگه. زرنگ هن این. آخ. چی خریدی ببینم؟ از این کفش اسپورتی ها تو برداشتم. وای این ماهه. ماهه. مبارک. نه بابا این خیلی عالیه. مبارکت باشه. زود زود بیای نا منتظر. خدا باشم. خدا سلامت. خوش اومدی. تخفیف که ندادی ها؟ نه ندادم. خیالتون راحت. اینو بذار برای خانم مهندس بیام. سخت کن. سخت کن من گوشیمو. بله جا گذاشتم. الان بیام. میخوای بیام با؟ نه. من زود میام. نمیارسه. بله کنبال بیدید طبقه دوم کندشه دوتا سره بیدید. کدو میفهم؟ اونجا من دارم میبینم آقا اونجا. سریع‌تر به این کاراشو انجام بدن. بله، نخاله هم بردارن برای گود برداری. چی کار داری میکنی تو؟ مردی که از دنگ که داره میگیره کوری آموز داره میگیره. نمیدونم ایمنی سیفتی کجاست؟ ای وای گیتی. گیتی جان خوبی؟ نمیخوام بگو بیا سر کارش. همینه دیگه. شما رفت بالا پایین رفت من اینجا قاطی کرده. وای دیوانه شدم سرم انقدر گیج رفت خدا. لعنت به این لئون. آخه طبقه 11 و مزون حراج دیگه میارزه. پرسونل اگر مورد فانتزی داشته باشیم خب مساعده یا بیمه کمکی داریم. آخه از صبح تا الان 10 نفرم اینجوری هی زنگ میزنن میپرسن میگن بیمه شامل خیلی چیزا نمیشه. راستم میگن دیگه. من خودم موقعا واسه بینیم همین داستانا رو داشتم دیگه. زیبایی هم چیز مهمی. الان مثلا شما فکر کنید این پلن فک زیبایی کلش روکش دندون کک و مک اینا خب بالاخره مهمه دیگه. نه برو بیرو. بله برو بیرون. چشم ببخشی بایسا. بله من آب میخوام. خودت هم نمیاری فهمیدی؟ چشم فهمش دیگه. برو بیرون. برو. خواهش میکنم ببخشی. بله حتما حتما. خداحافظ. کی بود؟ شرکت. یه خیلی مهمه. باید بیان پای این چیه؟ مصوبه هیئت مدیره رو امضا کن. حوصله دارم واقعا. یه درصد هم واسه تو شده دردسر. والا. حالا میخوای چیکار کنی؟ میری یا بریم خونه؟ نه بابا من تو رو میرسونم بعد میرم شرکت. بفرمایی جان. سلام.
سلام. فشارتون افتاده؟ من یه چیزی مفتده فکرم فشارم. خب من معمولا یه چیزایی توی کیفم دارم، اجازه بدین. دمنوش، نعنا و هل، اینم قنچه روز. شما عطاری سیاری؟ بفرمین. ببخشید شما رو من به جا نیاوردم. من فراموش کردم خودم رو خدمتتون معرفی کنم. سوفیا دبیر هستم، طراح فضای داخلی شرکت آرا. خیلی شرمنده، ببخشید، عذر میخوام. خوبین شما؟ بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. متشکرم. ببخشید من امروز سر ساختمون یه چیزی از اون بالا خورد زمین، اصلا اعصاب مصاب رو ریختم. ببخشید. خوب هستین شما ان شاءالله؟ ممنون. دوست دارین؟ نه خوبه خوبه. بله خیلی عالی. خوبی؟ متشکر. سلام. خواهش میکنم بفرمایید. سلام عرض کردم. بفرمایید. آروم، مرسی بابت این دمنوش بسیار عالیتون. خیلی متشکرم. چه خوب که دوست داشتین نوش جونتون. شما اتودای من حتما دیدین نه؟ بله. خانم اقبال، برگه بعدی هم هست. من ازتون خواستم تشریف بیاریم برای اینکه من اونجا خیلی راحت تر میتونم برای شما توضیح بدم. بله، حتما. بله، ممنون. خیلی هم خوبه. مهندس؟ مهندس تشریف بردن سر ساخته بود. ایشون نگفتی من اینجا؟ نه دیگه، آخه یه هایی رفتن. رفتن؟ آره. با کی رفتن؟ با همین طراح داخل ما. البته هنوز داخل نشدن. و ببینم تو را به اینجا دفتر کار یا کافی شا؟ چه بای عطری هم میاد. چه عطریه؟ شنله؟ نمیدونم والا، منم مثل شما. تو هم مثل من. جانم دمنوش بیارم خدمتتون؟ بیاری؟ عالیه. با قنچه روز و روژ لب سرو میشه؟ چای میارم خدمتتون. خیلی خوش آمدید. خب اینم از لابی. قلب هتل. دقیقاً. من یه شبیه سازی روی 3D Max انجام دادم تا فضای ذهنی منو کامل ببینید. اینکه بد شد که من اصلا قرار نیست فضای ذهنی شما رو ببینم. بله؟ ببخشید من اسمتونم یادم رفت. سوفیا هستم. خانم دبیر بیا با هم دیگه یه قراری بذاریم. از این به بعد اگه قرار شد انشالله با هم دیگه کار بکنیم، این شمایید که فضای ذهنیتون رو به من نزدیک میکنید نه من. اوکی؟ به شما؟ حالا دیگه سخت نگید دیگه. وقتی میگم من منظورم اینه که کار، فضا، پروژه کلا. خیلی خب، پس لازمه که چند تا سوال ازتون بپرسم. از این به بعد این منم که سوال میکنم و شما فقط جواب میدید. نه؟ بسیار خوب، بفرمایید. اینشان هارمونی یا زیبایی؟ معلومه، جفتش. بیشتر توضیح میدی؟ به نظرم تمام تزئینات باید یه استایل واحد و توی طراحی و ترکیب رنگ داشته باشه. لابی ویترین یه هتل 5 ستاره است. همه جاش و همه چیزش باید این نکته رو یادآوری بکنه. من برای دیوارا رنگای سفید و خونسا رو در نظر گرفتم، چون به لحاظ بصری دیوارا رو به عقب میبره و این خب در این حال فضا رو خیلی آروم میکنه. یه چیزی تو مایه های این مثلا قد سال خونه و آزمایشگاه اینا نه؟
شما خیلی شوخی. نه اصلا. ببینید آقای مهندس، من برای زوایا و جزئیات رنگای تیره و گرمو استفاده میکنم، چون اینطوری فضا خیلی شیک میشه، همونطوری که شما دوست دارید. مثلا تو مایه رنگای شکلاتی، نه؟ دقیقاً. شما از کجا متوجه شدی؟ من برای مبلمان همین رنگو در نظر گرفتم. یه چیز تو مایه های طیف بژ مثلا. چه جالب، این رنگیه که برای اتاق خواب و رنگ پرده ها و رو تختی و اینجور چیزا انتخاب کردم. ببین این تونالیته هم مثل که خودتون هم خیلی بهش علاقه داری، نه؟ شما خیلی دقیقی. خب از اینکه جا نداری خیلی خوشم اومد. حسنیقتا بدم نمیاد، فقط کاری که میکنی باید نتیجه این حرفا رو برام اجرا بکنی. خب رو گوشیم بفرستی تا ببینم. نمیتونم. چرا؟ برای اینکه گوشی من یه گوشی ساده است، فقط زنگ میخوره. بذار ببینم. باور نمیکنی. بفرم. این پیشرفتاش وقت و خلوت آدم رو مصادره میکنه. تو این یه مورد به شدت باید موافقم. چه خوب. اگه واقعا اینجوری هست که میگی، تو جز معدود نمونه های نادر و کمیاب خانم هایی. شما خیلی لطف داری. گیتی ساعت 5 بیا کافی شاپ، همونجا هم شد. کار مهمی باید دارم. سیگار؟ سلام. سلام. چی شد اومدی اینجا؟ موبایلت هم در دستت نبود. پیش میاد. چایو قنچه روزو یه ساخته. چیزی میخوادی؟ نه. ببین اگه میخوای سورپرایزم کنی راشی نیست. من اصلا قرار نیست چیزی به تو بدم. خواهی چیزی بگیری؟ چی؟ زندگی و آزادی ما. بودو بودو منو کشوندی اینجا بام شوخی کنی؟ من تو عمرم اینقدر جدی نبودم گیتی. خواهی اینقدر جدیتم دیگه بهت نمیاد. پس بینیم سر اصل مطلب. بریم، چون اگه نری من میرم. من دیگه نمیتونم ادامه بدم. چیو؟ زندگی و ارتباط با تو رو. با من؟ مگه غیر از تو کسی دیگه تو زندگی من هست؟ چه میدونم؟ تو باید بگی. نه متاسفانه فقط شما هستی. تربیت. یعنی بعد از من یک دیگه میام؟ من نیومدم در مورد آینده صحبت کنم. خیلی خوب. تو اصلا مشکل چیه؟ حالت خوبه؟ نه اصلا حالم خوب نیست. تو زندگیم خیلی چیزا رو ندارم. مثلا؟ البته تو ظاهر همه چی اوکیه. شاغلم، زن دارم، بچه دارم، همه چی اوکیه. خب ولی در واقع زندگیم خیلی کسالت آور شده. من تو رو کسل کردم؟ نمیدونم. ببین اگه حرف جدی باشه، این میز و این رستوران رو رو سر خودم و خودت خراب میکنم. خب بگو چته. اوکی میگم بهت. ببین این که من هر روز آشغالا رو از بالا بیارم پایین، کارت بانکی تو رو پر کنم، پول قبض آب و برق رو بدم، اسمش زندگی مشترک نیست. دیگه؟ و این که تو سرتو بکنی تو موبایل و تق تق شماره بگیری و هر روز توی وایبر و واتساپ و چت و این کوفت و زهر ماره باشی، هم اسمش زندگی مشترک نیست. تو با لپتاپ تو، موبایل تو، اون ریموت ماهواره مشترکی. چقدر دلت پره؟ آره. شد من یه بار بیام خونه تو صورتت زیر یه تاپاله ماسک نباشه یا موها زیر رنگ نباشه یا سرت توی کامپیوترت یا دیگ و قابلمه نباشه؟ خب برای اینکه شکم آقا رو پر کنم، گردنش کلوف شه، تو پل مپل شه، زبانش دراز شه رو من. نه واسه خاطر من نیست،
واسه خاطر اینه که غذاهای احمقانه تو بریزی تو بشقابای احمقانه تر دیزاین کنی و ازشون عکس بگیری و بذاری توی اینستاگرام به لعنتی و زیرش بنویسی منو شام یهویی، منو نهار یهویی. منو میگی؟ مسخره میکنی؟ حسودیت میشه؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد حسودیم میشه. آره راست میگی تو، من آدم مریضیم، همه چیز سیاه میبینم، دارم همه چیزهای بد زندگیمونو میگم. تو چیزهای خوبشو برام بگو، بگو. خودت چشاتو باز کن ببین. اتفاقا چند وقتی دارم این کارو میکنم، چشامو باز کردم، دارم همه اون چیزهایی رو که تو زندگیم نداشتم و دوست داشتم داشته باشم تو زندگی مردم میبینم. خیلی خوب، پس برو همون جایی که این چیزهای خوبو ببینی. با چی دلتو بردن ایرج خان؟ یکی از اون دافهای دماغ عمل کردی، لب قلوه یه ژل زده، یه باربی تور انداختی. آره؟ نه بگو چه احمقی هست. روبرت تو چشام نگاه کرد، هرچی از دهنش در میومد بارم کرد. قیافهشو باید میدیدی، یخ ماست، خون سرد. حتما حق به جانبم بود. آره دیگه، حتما خیلی هم مسلط حرف میزد. انگار منو حفظ کرده بود، به خدا انگار 6 ماه تمرین کرده بود. گیتی جون، منو تو احمقیم، اسم زنا بد در رفته، کلا مردا یه پا هنر پیشن. گم میشه، حالیش میکنم. چیکار داری میکنی بابا جان؟ این چیه گیتی؟ تو حواست رو جمع نمیکنی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ چی میخوای اینجا؟ بابا دارم بند و بسط و نهار آماده میکنم، دست به اینا نزده، دست بال زخمی میشه. به تو مربوط نیست، نمک نشناس. تام؟ تو مسکی یادت رفته. چیو؟ قیافه ماست نکس و حق به جانب بی خوده. نه یا جدا، اینجا شیشه شکسته. درک شکسته. امروز خیلی چیزا شکست. اول دل من بایدم گلدون خانجو. این کی دستون شکنه؟ تو؟ من؟ با اون دریوریه که تو کافی شاپ تحویلم دادی؟ من تو کافی شاپ دریوری؟ گیتی جان مثل که حالت خوب نیست، قربونت برم، امروز جمعه است، کدوم کافی شاپ؟ تو الان خواب بودی؟ میخوای یه دون از این قرصای مسکن؟ نه، با چیز خورم کنی؟ اینا که حلقت چیم؟ حلقت کن؟ حلقت نه نه اینه چی الان؟ وایسا بله، آقا بیان بفهمن. ببین من گفتم که جمعه ای چیز زیبا و نادر غذا بگیرم، بیایم با هم دیگه دور هم بخوریم. الان اومدم. تو غلط کردی جان. چیکار کردم؟ ها؟ مثل که خیلی حالت بده گیتی جان. ببین عزیز دلم، تو الان تا لنگ زور خواب بودی، بعد بلند شدی اومدی اینجا، عوض این که به من بگی حالا چطوره عزیزم، اومدی میگی دل منو شکوندن، چه میدونم گلدون خانجون رو شکوندن، و گلدون خانجون اونجا صحیح و سالم. کی گلدون خانجون رو شکونده؟ چی داری میگی تو امروز؟ گلدون خانجون رو من خودم زدم شکستم. نه مثل که اوضاع خیلی خرابتر از این حرف هست. اوکی اصلا ولش کن، ما امروز چه ساعتی با هم دیگه قرار داشتیم بریم کافی شاپ؟ 5 الان چه ساعتیه؟ 2 چجور ممکنه من و تو 5 امروز با هم یه کافی شاپ بودیم بعد الان ساعت 2 باشه؟ کباب اومد. سلام. سلام. چی شده؟
ببین یه سوال عادت میکنم مثل آدم جواب میدی ها. دیوونه بازی هم در نیار. امروز چند شنبه است؟ پنج شنبه است. به حضرت عباس میگم دو نصفت میکنم. ایرج جون جمعه است. جمعه. گیتی جون یه جمعه آفتابیه. کفرمو دارین در میارین ها. دیوونه هم میکنین. نه عزیزم این چیزا آدمو دیوونه نمیکنه. اون چیزی که آدمو دیوونه میکنه سریال احمقانه ماهواره ایه. اینکه آدم همچون بشینه شب تا صبح سرش تو گوشیش باشه این آدمو دیوونه میکنه. آره 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 همینا رو گفتی. گفتی وای بر واتساپ موبایل سریال همینا رو گفتی دیگه. چه گفتم؟ الان دارم میگم. لازم سیرش. گیتی جان حق با شماست. توهم مال شیشه است. نه اون تقصیر نداره من خودم زدم شکستم. رد داده تمام. بمیری. تو مگر به من پیام ندادی من ساعت 5 بیام کافی شاپ. بابا به خدا قسم این موبایل من بیام. آه من به هیچ کس پیغام ندادم نه شما نه کسی دیگه. شادی رجون میخواستی به کسی دیگه ای بدی اشتباهی سر خورده بود. نه 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 رجون من فکر کنم امروز نهار کاسب نیستیم کبابا رو ببریم جان سر کجا سرگرم نمو ما دیگه میریم. خیلی مزاحم شما نباشید. چی میگی تو حرف مفرزه بی کار کن بینیم پینجا بیرم با تو هم کار کن بفرمایید. سر پیشه. زیبا جانم من نمیخوای از رو صورتت بردارم. نمیخوام. حالا چرا بردارم؟ بعد اینکه ماشین رو پارک کنه موبایل رو پارک می‌کنه. اصلا مفت نزنم داره بیزنه می‌دنه. حالا چه بود؟ بزن بچسبه. من مگه به تو نگفتم دارم میرم کافی شاپ گفتم هر چی بشه به تو میگم. گیتی تو از امروز به من زنگ نزدی. من چند بار به تو زنگ زدم تو جواب ندادی. ما هم نهار گرفته اومدیم اینجا. برو. مثلا شوخیه. الان میگم الان به همه تون میگم سب کنید. آقا حرف گوش نمیده. حرف خودشه. اون از تأسیسات اونم از خرید و کنترلات و مساله. حالا که کل طراحی رو داره میده به یه مشت آماتور. آقا دو تا شرکت مالزیایی و ترک منتظر یه اشاره بیان جلوی نمیذاره. میدونم مهندس. اما بالاخره 50% سهام شرکت مال خودشه. 1% هم که سهم زنش. یه قدم از ما جلوتر. نه. اینجوری نمیمونه. من در واقع به نفع شما برمیگردم. اون 1% زنشو بیش از چنگش درآورد. دیوونه شدی مهندس. 1% سهام زنشو؟ یادت نره که زنان غیر قابل پیش بینی. بله تراب مهندس کجاست؟ جناب سلام خانم احوال شما چطوره؟ چه انرژی دارین شما؟ خیلی خوب چه فرد نبود جواب منو بده. مهندس فرمودن که تشریف میبرن جلسه. کجا؟ با کی؟ با طراح داخلمون. طراح داخلی ترابی؟ همون. حالا این طراح داخلتون کی هست؟ یه باره تو شرکت سرکلش پیدا شده. نمیزه یافت دمنوش دوتایی، اتول سواری دوتایی. نمیدونم والا شما منظورتون خانم دبیره؟ سوفیا، سوفیا دبیر. ای، معمولیه. چند ساله میزنه؟ اون اصلا نشون نمیده. چیو؟ سنشون یه سن یه جوریه. یه روز جوون میزنه، یه روز جا افتاده. هر روز یه جوره، معلوم نمیده. اگه هر روز اونجا افتاده؟ نه هر روز که نه منظور همین یکی دو روزی که اومده رفته من فهمیدم. تا حالا چی برات خریده؟ کادو به چی داده؟ هیچی همین که عطر دوزاری با یه دونه اسپری. پسش بده من خودم برات میگیرم. حالا ببین چی میگه جانم. شمارشو آدرسشو جد آبادیشو همین الان برام میفرستی. به مهندسم هیچی نمیگی تو رابی. هیچی به مهندس نمیگی.
در واقع میشه ورودی جنوبی هتل. این بله. ورودی اینجاست که منتهی میشه به پارکینگ قسمت اداری. ما اونم هم قسمت بازی بود. ولی این فضا خیلی فضا مهمیه. آره دیگه. اصلا ویو این برای داره. ویو تمام ویو اتاقای این برد. این چه؟ آقا تارتون نشد؟ دیوانه به جایی که فیلم بگیری به کمک اینا بکن. مهندس چیه؟ ببخشم اومدی. چشم. ببخشم. چه من وقت میام اینجا زلزله میاد. دیوانه خونه است اینجا. الو. الو گیتی جان سلام. سلام. من امروز زور نمیتونم نهار بیام. یه جلسه کار دارم. اوکی؟ خیلی خوب بهتر. منم چند تا کار دارم میرم دنبال کارم. جان واقعا بهتر؟ آره دیگه. چیکار کنم؟ میخوای بزنم زیر گریه؟ چی شده؟ افشین گاگا پسر آقای نادر میخواد خودشو پرت کنه پایین. چرا؟ لابد عاشق شده. سلام توهم زد. چرا کسی نرفته بالا؟ الو زیبا سلام. سلام چطوری؟ خوبم. گوش بده ببین چی میگم. خرید بودم میشم برمیگشتم دیدم جلو ساختمون خیلی شلوغه. پرسیدم چی شده؟ معلوم شد افشین گاگا داره خودشو از پشتمون میندازه پایین. کی؟ افشین گاگا یادته که؟ نمیدونم چی شده الان دیگه. بعدش هم که اومدم تو پارکینگ، خب بعدش یه دوچرخه سوار پیچید جلو. نه بابا، یعنی ول شد تو هوا. بعدم غیب شد. خب از همه اینا فیلم نگرفتی تو؟ یادم رفت. آره میذاشتم تو یوتیوب دیگه. حالا نشه دیگه. چقدر لایک میخوام؟ تو کدوم گوری بودی؟ من از زنگ زدم جواب ندادی. بوتی که سوره. یه دقصب کنم پشت خطی دارم. یه دقصب کنم. یه دقصب. پری جون سلام. سلام گیتی جون. ببخشید آفش خیلی موندی ها. کم پیدایی؟ من هم دارو برا. امروز با ایرج رستوران بودی؟ نه با ایرج، ایرج جلسه هست. به تلگرامت سر زدی؟ نمیدونم تلگرام. نمیدونم حالا بزو ببینم. سلام. در خدمتم، بفرمایید. راستش من یهو زده به سرم که کلن دکوراسیون خونم تغییر بدم. احساس میکنم یه مدت من کسلمون میکنه، نمیم دپرسمون میکنه. البته بیشتر همسرم. و بعد دیگه فکر کردم اگه واقعا به قیمت باشه دیگه شما یه دستی به سر روش بکشیم. عزیزم ما اینجا زیر 600 متر آپارتمان قبول نمیکنیم. اگه زیر 600 متری هم داریم اختیار داریم. خیلی خوبه. به هر حال مال من زیربناش 800، 2000 هم فضای آزاد. بله خواهش میکنم بفرمایید.
تشریف داشته باشین، من همین الان کاتالوگا رو میدم خدمتتون. من امروز زود نمیتونم نهار بیام، یه جلسه کاری دارم. اوکی؟ این شهر چیه؟ جورجیا یا کوکو شنل؟ البته شنل دیگه، عطر مدیراست. هیچ دقت کردیم بوش با بوی لقمه زعفرونی و پیاز و میرزا قاسم اینا قاطی شده بود؟ ایشون میخوان کار من طراحی کنن، دیزاین کنن؟ ایشون نظارت میکنن، البته سرشون خیلی شلوغه. در حال حاضر ایشون کار چند تا هتل رو در دست دارن. هتل؟ چه هتلی؟ این دیگه جزو اسرار شرکته، نمیتونم بگم. دوتا سه تا کار رفته زیر دست و بالشون، خوش به حالشون، فیساشون بین المللیه. من اصلا نمیفهمم شما چی میگی. مورد دارم، گل درشت، نون آبدار، مایه دار، خوابوندن تو آب نمک بالشون. میبینم اتون شب هم؟ نه هشت ظهر، هشت شب دیگه. قاشق درست میکنی؟ ولی عجب قیمه درست کردی، دمت گرم. چه بوی اساسی. اینو قرار بود ظهر بخوری. ظهر که تیتر شد دیگه، رفتیم دفتر مهندس نوبری، اونجا دیگه نهار بودیم دیگه. چی خوردیم؟ اونجا؟ زرشگون با مرد. کجا؟ دفتر مهندس نوبری، درش بلا با مرغ بردیم. قاشق بلاز میبینی؟ شده؟ مرسی. نمیخوری؟ نه، میل ندارم. حالش خوب بود؟ مهندس؟ حالا خوب بود. تو چی؟ تو هم حالت خوب بود؟ مثل که تو هم زور سنگین خوردی، خیلی اشتها نداری. خواهی اشتهات باز شه؟ آره. یه چیزی بهت نشون میدم، همه این معدت رو باز میکنه. خیلی تاثیر داره اشتها. چیه این چیده؟ به من چه رفتی داری؟ چرا اینجوری شدی تو؟ میخندی؟ این چی آخه؟ ای دادم خیلی شما آقایی بود. پری، تو این عکس‌ها رو پاک کردی؟ همین عکس‌هایی که برام فرستادی دیگه. آره دیگه. دیدی جان؟ میخوای شام بریم بیرون؟ بریم شام با هم بیرون. سلام گیتی خانوم، اقبال هستم. شما؟ میتونم بیام تو؟ شما؟ من سوفیا دبیرم، طراح و مدیر شرکت آرا. میتونم؟
شما بفرمایید. ببین گیتی جون، شغلم به من یاد داده هر چیزی که به ذهنم میرسه رو روی کاغذ بیارم بکشم. نقشه کشیدن میدونم. نه نه، نقشه نه، امیدوارم بتونم منظورم رو درست بگم چون یکم با کلمات غریبم. چوشونده و دمنوش و برگ گل و اینا که آشناست. تخم گنجشک ناشتا با خون زبونو باز میکنه. با دوپین کاملا مخالفم، هر چیزی اورجینالش رو دوست دارم. از حس زنونم کمک میگیرم، هیچ وقت به هم دروغ نگفته و خطا نرفته. در مورد بقیه هم خطا نرفته؟ بستگی داره رو بازی کنن یا نه. انکیه که رو بازی نمی کنه. شما گیتی جون؟ گیتی جون؟ من؟ یک کار سر صبح با یه دست گل اومدی دم خونم، ندیده نشناخته به روبرتو چشام سل میزنی میگی من رو بازی نمی کنم. کدوم بازی؟ کی هستی شما اصلا؟ صوفیا دبیر. میشه مثل همون طراحیتون قشنگ برام توضیح بدین؟ من قراره با شرکتی کار کنم که شوهر شما مدیرشه. میخوایم یه پروژه بزرگ رو با هم دیگه انجام بدیم. باید با هم دیگه بریم بیایم، حرف بزنیم، جلسه بذاریم، گپ بزنیم، مثل همه کارهای قبلی. تو همه اون کارهای قبلی با یه دستگل سراغ همسرشو میرفتی؟ نه نه، چون مدیرای شرکت قبلی توی زندگیشون چیزی کم نداشتن، کمبود عاطفی نداشتن، توی اولین برخورد میل به صمیمیت نداشتن. خب دیگه؟ دیگه اینکه من و ایرج قرار بود فقط با هم دیگه کار کنیم، اما خب الان دایره ارتباطاتمون یکم بازتر شده. چقدر بازتر شده؟ شوهرش به یه سری حسای مشترک رسیده، یه تفاهم که برای خود منم جالبه. اصلا قرار نبود اینطوری بشه، من نمیدونستم، ایرج هم نمیدونست. ایرج؟ اما خب شده. الانم تو بهتره به جای اینکه ایرج رو تحت فشار بذاری و منو مقصر بدونی با خودت یکم خلوت کنی. چیزایی که اون توی تو پیدا نکرده توی من پیدا کرده. اگه به مزخرفاتت گوش کردم فقط به خاطر اینکه قبل از اینکه حسودی کنم جو غریزه زمانم تحریک بشه. میخوام بدونم قضیه چیه که هر روز صبح که بلند میشم انگار همیشه انگار دنیا سر و ته شده، انگار آبا همه داره سر بالا میره. فهمیدی؟ نه؟ خیلی خوب، حالا که داری خط و نشون میکشی یا درس هم میدی باید بگم حواستو جمع کن، چون کم کم همون غریزه داره بیدار میشه. اگه بیدار بشه دیگه براش فرقی نمیکنه که حسیون باشی، توهم باشی، کف باشی، زهر مار باشی، خواب باشی، خیال باشی. خیلی خوب عزیزم، اصلا لازم نیست توی اولین برخوردمون همه نقاط ضعفتو با هم دیگه به من نشون بدی. بیا یکم مؤدب و مهربون باشیم. مهربون باشم؟ وقتی یک گونه فقاهت و پررویی جلو میستاده چجوری مهربون باشم؟ گیتی جان، تو حالت خوبه؟ راست راست تو چشم نگاه کرد گفت بکش بیرون. کی؟ صوفیا. صوفیا؟ صوفیا کیه؟ کیه؟ یه کار بلند شد اومد اینجا. بیا اصلا خودت نگاه کن. این که فقط عکسای مهمونی اون شبه. پاشو خوش کرم، پاشو میخوام ببرمت یه جایی. میخوای سرمو گرم کنی؟ من که این کارو کردم. زیبا، تو یکی نگی که قاطی کردم. این سایت مهمترین رفرنس توی این قضیه است. کدوم قضیه؟ شرح حال هزاران نفر که به کلینیک روان درمانی مراجعه میکنن. این قسمتش مربوط به شماست. این زن روستایی که در جنوب فرانسه زندگی میکنه و 34 سالشه، مدعی شده که طی 5 هفته هر روز صبح که از خواب بیدار میشده خودش رو توی یک هتل مجلل توی پاریس میدیده.
آخه خوش به حالش. اونقدر خوابش به واقعیت نزدیک بوده که فرق بین خواب و بیداریشو گم میکنه. درمانگرش بعد از مدت 3 ماه متوجه میشه که با یک اشرافزاده به طور اتفاقی آشنا شده و با اون فرار کرده. به کجا؟ پاریس. خوش به حالش. خانم دکتر، من انقدر دوست دارم از این خوابو ببینم. گاهی اوقات مرز بین خواب و بیداری به اندازه یه تار مو میمونه. دکتر. ایوا. سیبا. میخوای خودت حرف بزنی؟ میخوای پاشم برم؟ وا. برای تو اومدیم. دکتر، موقت یا دائمی که فرقی نمیکنه. یعنی یه اتفاقی نیفته داره در آینده میفته. خواب مثل یه هشدار میمونه. یه پیش درآمد. عین صدای زنگ. مثل زنگ خطر. یعنی فکر کنید مثلا من یه روز شوهرم به من زنگ بزنه بعد منتظر بمونم، یه روز شوهرم به من زنگ بزنه پاشم برم کافی شاپ بعد زل بزنم تو چشام بگه خیلی زندگیش با من کسالت باره، دیگه انگیزه ای نمیدم، دلشو زدم و سیر داغ میدم و پیاز داغ میدم، دیگه حالش از من هم میخوره. نه نه، این که یا ببخشید، یه خانم سانتیمانتال یک کاره به بهانه یک کار میاد شرکت شوهرم، حالا من باید منتظر بمونم که زندگیم دوشقه بشه. حالا میدونم بازندم ها، کاری از اصلا ساخته نیست، فکرشم آدم رو دیوونه میکنه. دکتر، اسمش تداخل در درک زمانه. دو تا نظریه وجود داره. بعضی ها آینده رو خشک و منجمد میدونن و اعتقاد دارن مو به مو و دقیقاً با تمام جزئیاتش رخ میده. و نظر دوم؟ و نظریه دوم این که بعضی ها آینده رو یک وضعیت سیال و قابل تغییر میدونن و اعتقاد دارن با کارها، خواسته ها و رفتارشون میتونن اونو تغییر بدن. خیلی ها باهاش میجنگن و خیلی ها تسلیم میشن. یعنی ما میتونیم رو فردامون، رو اتفاقاتی که قرار تو آینده بیفته تاثیر بذاریم. یعنی واقعا میتونیم تغییرشون بدیم؟ بله، امتحان کنیم. شاید بتونیم روی آیندهتون تاثیر بذاریم و عوضش کنیم. میخوای بگی زور نمیام خونی، میخوای بگی جلسه دارید. تو از کجا فهمیدی من چی میخوام چرا میبندی؟ من رو فرشیمون کار دارم. چی کار داری؟ به شما ربطی نهره. بیتر بیگرد. میخواد خودشو بندازه پایین. چی؟ میخواد خودشو بندازه پایین. ببین اگه میخوای خودتو پرت کنی ها، به فکر یه جای دیگه ای باش. من اینجا مسئولیت دارم. 22 مجمع عمومیه. اگه کارو به شرکت آرا و خانم دبیر بده کلکش کنده است. از کجا مطمئنی که قراردادو با این شرکت میبنده؟ سوفیا دبیر این کاره است. اون بلده چطوری کارو بقافه. مهندس گزینه دومی نداره. آقا 1%. گاهی 1% زورش میچربه به همه اهن و طلاق به اون 99%. این مردی که با همون 1% زنش داره ما رو میچزونه. اومدم. سلام مهندس. دارین تشریف میبرین؟ اتفاقا هنوز ذکر خیرتون بود. لطف کردی. جناب مهندس، با توجه به مسائلی که پیش اومده و شما در جریان هستید، ما واقعا دلواپسیم. پس ستاد بحران تشکیل داری که قدیمی جدید چی داری مرد؟ این هم جدید هم جدی. بله. عرضم به حضور انور آقایان که ببین من همه کاری از دستم برمیاد، از بلوکچینی و سیمانکاری و گچکاری و صفرکاری گرفته
تا سرکله زدن با عمل بنا و قص علاوه. تنها چیزی که تو دست بالم گیر نمیاد دوای دلپیچه و دلدرد برای دلواپسانه و من الله التوفیق. سعی میفرمایید. حالا برای اونم راهش پیدا کنم. یار آخر پاییزش من هست. یه جور از زیر زبونش بکش دیگه. نادر جان شما که خود استادی. خب باش. چی گفت؟ داره با ایرج میره سونا. بهش گفتم چی کار کنی. میبینی تو رو خدا 10 دقیقه سونا جکوزیشون این برابر نمیشه که. اون وقت اصلا منو تو بد در رفته. یه شاپینگ نمیتونیم بریم. ببین وقتشه. بفرست. همین الان شروع کن. درست میگی واقعا قبول دارم. آره بابا یه هم اینه کفتار سرمون کردیم تو برف اصلا از زندگی هیچی نفهمیدیم. کبک ایرج جان کبک سرشو میکنه زیر برف. نفهمیدیم چی شده اصلا. همش گفتیم چشم 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 چشم. اینو غلام حلقه به گوش شدیم. این بره بره یواش یواش کندی بابا که لاستیک نی. نه چیزی دیدیم نه شیطونی کردیم هیچی. همه این سرمون تو لاک خودمون. کوتاوی ایرج حالا یکی ندونه فکر میکنه یه اون مرتاض بودی. خب مرتاض بودیم دیگه. اون فقط لباسمون با اون فرق میکرد. خب شیطون یعنی دیگه الان زدی لاک بیرون؟ یه؟ لاک نکنه زدی بیرون؟ بیرون؟ نه یعنی چی نه؟ پس چه غلطی میکنی؟ یعنی همون خری که بودی هستی؟ ببین برادر من آدمیزاده دیگه. آدمیزاده دفعه تو سرتو میاری والا چشت میخوره بیه رنگ آبی یه همچی آی بزک دوزکی چیزی آدم چی میشه دیگه؟ چی میشه؟ هیچی به خودت میگی نگاه کن تو مردم کجا هن؟ تو کجایی؟ اونا دارن عشق و حالشون رو میکنن ما شدیم این وسط. چی شدیم؟ آی چی؟ از اینا بخورم. شدیم اینجا شدیم. جیغه بیغه گوشید منو کش. خب جواب بده ببین کیه. چیکار کنم؟ تو واتساپی که عدسه میکنه این بوق میزنه. زیبا 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 نگه دار. بزن کنار بزن کنار. اینه ببین بس بگو خوابه بگو خیاله بگو من مریضم. آی بزن تو گوشم بزن. یعنی باور نمی کنی بابا؟ به خدا تو خواب نیستی باور کن. اینو کی برات فرستاده؟ اینا کار کیه؟ چه میدونم هر چی زنگ میزنی جواب نمیده. خب اونو بسپارش به من. خودم برات شمارش پیدا میکنم. اژدر معروف به اژدر نشتم. اژدر جان. هم. میخوام رد این خطو بزنی برای ما. ببینم. بیا. اوه 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 دو صفر یکه. با کد آمریکا پی ام داده. شرکت اینجا؟ ای همچین. تو هر کار کامپیوتر که داشته باشی اجدار و سوگل در خدمت. سلام چه کاری؟ درست کردن سایت، وبلاگ، پیج، فن پیج، طراحی، پردازش، ریختن برنامه. راحت باش. ایتی از خودم رو تعارف نکن. لایک، تیک، بوک، شیر. هواداری اینستاگرام تو دو شب میکنم یه میلیون. عکسش هم بالای 500 هزار تا لایک میزنم. توی یوتیوب تماشاگرای فیلماتو بالای 4 میلیون میکنم. اما میدونی که خرج داره. چه خرجی؟ هر 100 هزار تا لایک 100 شو. ببینم نکنه اینطوری تو برای خودت فالوور جور کردی؟ ای بابا تو هم آگیتی. حالا این وسط چرا یاد من افتادی؟ من میخواستم روی پری رو کم کنم. منو بگو. خب هرس هم گرفت دیگه. یه شبه تعداد فالوورها شده 6000 تا. اون وقت ماستو خیار میذاره 10000 تا لایک میخوره. دو تا بچه چکرم گذاشته هی پای عکساش مینویسن نایس بیوتی عالی. هرس هم گرفت دیگه منم. یعنی که پی ام داده هکره. یه ساعت وقت درش میارم. سلام. آقا این مشتمال حکمتی داره. اقلا 20 سال آدمو جوون میکنه. خونو تو بدن را میندازه بی پدره بدستگ. نرفته که. آقا کجا برم من کشکه. ولی ظاهرا همچی بدت هم نمیاد سر بخوری بری نه؟ نه نه اصلا مسئله چیزی دیگه است. ببین قلقلکت میدن قلقلک میشنوی؟ یه دل میگه برم یه دل میگه نرم.
گیتی پس میزنه، طرف میکشه تو، گیتی پر میزنه، اون دونه میریزه. بیا بیا بشین. همون اندازه که این طرف تو رو پست میزنه اون بر داره جذبت میکنه. اینش برام جالب این بازیه. قلقلک شده ولی هنوز سر نخورده. 50-50 سو سو. حالا تو پریدی؟ میگم تو پریدی رفتی؟ بلد نمیاد من بپرم. نه چی زدی؟ تخمه شربتی، خاک شیر، هندونه. تهش چی شد فرانکو؟ اگه این چموش به این راحتی ها مغور میاد. یه خبرایی هست، طرف تو کوکشه، اینم تو نخشه. من نمیدونم دنبال چیه این آدمه. اه اه گیتی تو که اکلش رو دیدی این چیه؟ تو چجوری داری اینو تحمل میکنی؟ بابا گیتی جون بذار بره، غصه چی رو میخوری؟ یه دقیقه برگردیم. یه الان یه هایی بگیرم. یه دقیقه. مرسی آقای مهندس، لط کردی به سلامت خیلی. قربون شما. مرسی. به احوال خانم مهندس خوبی؟ ممنون. خیلی خوش اومدی. بفهمید شما خوب هستی؟ قربون شما. بفهمید خوش بکنم. بفرمایید. سلام خانم اقبال، من اشرفی هستم. سلام آقای اشرفی، مهندس خونه نیست؟ میدونم، اتفاقا با خودتون کار داشتم. با من؟ نمیدونم که اخیراً در جریان کارهای شرکت و ساخت و ساز هتل هستید یا نه. ای کم و بیش، حالا 1% چی هست که بخوام به خاطرش حق دخالت بدن آقای اشرفی؟ اتفاقا تو شرایط فعلی سهم و امضای شما میتونه از همه ما بیشتر موثر باشه. هتل وضع خوبی نداره، مهندسم سرش خیلی شلوغه، اخیراً هم اصلا هوش و حواسش نیست. البته اینایی که عرض میکنم از باب حسن نیت و دلواپسیه. اگه قرارداد طراحی داخلی رو به خانم دبیر بده با کله میخوریم زمین. مهندسم پاشو کرده تو یک کفش که این کارو بکنه. کلاً که دلم نمیخواد کارم با این خانم دوهر بکشه، اصلا نمیدونم از کجا سر کلهش پیدا شده. ولی خب بعدم نمیاد یه بار برای همیشه اساسی گوشمالی بشه. احسنت، اتفاقا ما هم همینو میخواد. چه کاری از دست من ساخته است آقای اشرفی؟ سهامدارا نظرشون اینه که اختیار عقد قرارداد با هیئت مدیره باشه. اگر شما هم موافق باشید همه چی حله. یعنی اگه من امضا کنم حق اختیار از ایرج گرفته میشه؟ فقط در مورد همین مسئله عقد قرارداد. مهندس یه مقداری احساساتیه، زود گول ظاهر آدم ها رو میخوره. یه همچین کار بزرگی هم با نمیدونم قرتی بازی و به قول امروزی با این دافوزی ها به سرانجام نمیرسه. فقط هر توافقی فیما به این صورت گرفت لطفا سکرت باشه. ولی حتما. خیلی متشکرم، روزتون بخیر. خدا نگه. میدونم چه میخوای بگی. بس بیا کافی شاپ.
گفتی ساعت 5 بیا کافی شاپ همون جای همشه. خیلی دلم گرفتم. آخه شما رو هم که نمیشه راحت پیدا کرد. خب همراه داشته باشین. بالاخره اسمس وایبر خیلی فرق میکنه. خودت همه اینا رو داری؟ بله. پس چرا از نزدیکترین دوستت بیخبری؟ چرا بیخبرم؟ من هر روز دارم با همشون چت میکنم. الان چند وقت سریا رو ندیدی؟ سریا؟ سریا رو من دیروز باش حرف زدم. اون عکس که تو دیدی عکس امروز سریا نیست. 8 ماه. درست 8 ماهه تو سریا رو ندیدی. میدونم. تفلک شده یه پاره استخون. اونتها نمیخواد کسی بفهمه. با خبرم از حالش. اگر این گوشی نبود 10 بار رفته بودی دیدنش. من خودم شخصا با نوشتن، با دست دادن، با روبوسی، لمس کردن عزیزام از نزدیک خوشحالترم. قدیما ما دوره داشتیم، ماهی 15 یک بار جمع می‌شدیم دور هم، همدیگر رو می‌دیدیم، صحبت می‌کردیم، از حال هم با خبر می‌شدیم. هر جا می‌ری می‌بینی بزرگ و کوچیک نشستن این دستشون تق 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 تق. یعنی چی؟ این که نشد زندگی. حالا چی شده؟ چته؟ با ایرج حرفت شده؟ چرا؟ حلقت کو؟ ما دیگه کارت تبریک واسه هم نمیفرسیم، نامه نمینویسیم، دستخط همدیگرم خیلی وقت ندیدیم. دستخط آدم ها، هویت آدم ها. کم کم داریم هویتمونم از دست میدیم. تبریک میگم خانم. ممنون. روزتون بخیر. روز خوش. روز شما بخیر. سلام. سیگار؟ حالا چی شد اومد اینجا؟ پیش میاد. آی چه خاطراتی داریم ما اینجا. چیزی میخوری؟ یه چای. ببین اگه میخوای سورپرایزم کنی راشی نیست. اتفاقا امروز هیچ چیزی نمیخوام بهت بدم. میدونم. عوضش من یه چیزی برات آوردم. اینو یادمون رفته بود. ایرج. بله. میتونم راحت حرف بزنم؟ من فکر میکنم زندگیمون خیلی کسالت بار شده. حس میکنی؟ مثل قدیم نیست. من که همش کار خونه و دل مشغولیای خودم، تو هم که همش سر کار. خیلی از هم دور شدیم. حالا منم میخوام یه کوچولو کلن این زندگی رو حال و هواش عوض کنم. جدا؟ تو کمکم میکنی؟ کلی حرف آماده کرده بودم که بهت بزنم. نه نه بغیر بزن برای شب. میخوام به یک شام خیلی خیلی خوشمزه مهمونت کنم. فقط خودتو خودم. یعنی اصلا در موردش؟ نه نه ایرج هیچی نگو. هیچی نگو. به خود همه چی درست میشه. همه چی. میگم گیتی امروز خیلی همه چیز اوکیه. خیلی باحاله. خبریه؟ بله. هر روز باید بهتر از دیروز بشه. Unbelievable. شعر از نیما بود. مسخره میکنی؟ خودم گفتم. نه نه نه. چه خبر از هتل؟ همچه خوب پیش میره؟ چه معمولی. ببینم. تو واقعا میخوای طراحی رو به یک شرکت آماتور بدی؟ چه این سوالو پرسیدی؟ خب
بالاخره من به اندازه یه نخود یه درصد که حق کنجکاوی دارم. اوه، از اون نظر ها؟ از اون لحاظ. سوپ چرا نمیخوری؟ سوپ بخور، سوپ خوشمزه است. گیتی جان حیف نیست خداییش این شب به این قشنگی، این موسیقی به این قشنگی، این همه زحمت کشیدیم با حرفای الکی در ارتباط با هتل و تیر تخت و این چیزا خرابش بکنیم. نه حیف نیست خدایی. چرا اگه تو اینطور میخوای اصلا فراموشش کن. واقعا؟ نمیتونم. گیتی دقیقه تو چشم نگاه کن. چقدر منو میشناسی؟ خیلی. به من اعتماد کن، به همسرت، به شریک زندگیت اعتماد کن. خود تو هم به من اعتماد کن. شک داری؟ فردا غزل میاد. آه راست میگی. ما فردا جلسه یه چیز داریم، ببین اعلام برنده مناقصه طراحی داخلی داریم. گفته هیچ کدوم نیان. من خودم تاکسی میگیرم میام، ولی من فردا میرم. خب اینو میرسونی به رئیس هیئت مدیره. اسم برنده مناقصه طراحی داخلی هتل تو اینه. بهشم بگید در بسته و سیکرت میمونه و در حضور جمع فقط باز میشه. اوکی؟ بله حتما. برو بسلامت. مرسی جناب مهندس، ببخشید یه مطلبی رو باید خدمتتون عرض بکنم. مثل اینکه همسرتون نامه اشرفی و سهامداران رو امضا کردن. یعنی چی؟ یعنی با احتساب امضای ایشون 51% سهام به اونا تعلق میگیره. این به منظری سلب اختیارات شماست. با اجازتون. دمنوش میخوان؟ سرحال میشینه؟ دیدی گیتی پشتمو خالی کرد؟ محال آقای مهندس، اون زن جونش برای شما در میره. به خود من چیزی بهش نگفتم. و چه بهش نگفتی؟ هیچی، چند وقت پیش زنگ زد آمار خانم دبیر رو از من بگیره، گفت که این میره، که میاد، چی میپوشه، ریزه میزه است، درشت، اصلا از کجا اومده، ولی من هیچی بهش نگفتم. هیچی. دمنوش نمیخوای؟ سلام. سلام. آقای اشرفی؟ بله خودم هستم. نامه دارید از طرف خانم اقبال. بله بله. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خانم اقبال؟ بله. خب. آقای مهندس. چرا؟ لطف کنید توی مجمع اعلام کنید. خیلی سریع. باشه مرسی. این هم وضعیت هست. خیلی تشکر میکنم که تشریف آوردین و عذر میخوام بابت این یک دو دقیقه تاخیر. جلسه امروز ما برای اطلاع از دو موضوع تشکیل شده. مسئله اول مسئله تعیین اختیارات مدیره.
اشتباهش که سرکار خانم گیچی اقبال کماف سابق اختیارات قانونی خودشون رو بر اساس این یادداشتی که الان پیش منه آقای مهندس ایرج صادقی وکالتاً واگذار کردن، یعنی آقای مهندس صادقی کماکان مدیر عامل شرکت باقی میمونه. آقای رئیس معذرت میخوام، فکر میکنم اشتباه شده قربان. خیر قربان، این نامه اینجا پیش منه، بعدم میدم خدمتتون. اما مسئله دوم تعیین طرف قرارداد طراحی داخلی است. طبق بررسی انجام شده تحقیقات کارشناسی مفصل مدیر عامل شرکت بر اساس اختیارات که دارند شرکت نواندیش به مدیر عاملی آقای مهندس نوروزی رو به عنوان طرف قرارداد طراحی داخلی انتخاب کردند. تبریک میگم. متشکرم. ممنونم. متشکرم. سلام، باورم نمیشه. باید قیافه‌شون رو میدیدین. گیتی خانم همه اختیارات رو به شما دادن. به خود و دروغ گفته بودن. شما هنوز مدیری مهندس. در جدی میگه افرام؟ بله. مهندس، ببخشید. این وام زودبازه برای جراحی پوستم رو میدید. شبه نمید. سلام. امیلی یادت رفته بود که بیارش بیار. باید بدیم دوتاشو آبکاری کنن. هوا اومد بگذارم. بعضی وقتا با 100% امکان نمیشه چیزی رو تصاحب کرد، ولی بعضی وقتا با 1% میشه یه زندگی رو نجات داد. چند وقت فضای زندگیمون مجازی شده، عشق بینمون واسمون مثل یه بازی شد. چند وقت دوری ازم ولی تظاهر میکنی که هست، همش ماست رو صورتت یا که گوشی به دست. چند وقت حرفات عجیب و رفتارات یه طوری شد، دوست داشتنت هم مثل عکس گرفتنات یه هویی شد. چند وقت سردی با من و من شدم غرق تو کارام، تو هم که شده کارت عکس گذاشتن تو اینستاگرام. عکسای یه هویت واجبن و دیگه نیستم مهم واسه، همش یا تو تلگرام و وایبر یا که تو واتس. این روزا انقدر شدیم غرق تو فضای مجازیمون که یادمون رفته چه جوری بود زندگی عادی. فقط چوک میسازیم از هم، میفسیمشون واسه همه، میخندیم و کلن این شده ته شادیم. دلم تنگ شده برای گپ زدن، نشستن کنار هم و ساعت و حرف زدن. دلم تنگ واسه روزایی که به جای چت با هم لذت میبردیم از قدم زدن. گاهی با 100%
کردم میشه همه چی رو با دایم با یه درصد میشه یه زندگی رو ساز زندگی رو میسازیم با هم اینو میدونیم که میمونیم و شعر دوش دوش رو با هم میخونم دوش 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 که آن ملقا خوش ادا با صفا با وفا اخترم آمد و بش از خدا برد دین و دلم از دست باز 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 برا سوی خود میکشد میبرد میزند با دو چشم با دو چشم از جانم عشقت منم ای سنم بر نکن بیش از این ظلم بی حد نکن جانم بیش از این ظلم بی حد مکن آتشم بر دلم برزد جانم ای دل ببم ای دل زان روخ همچو آزد جانم ای دل ببم ای دل سوخم خیلی ظلم بی حد مکن جانم بیش از این ظلم بی